سرخط خبرها. ثبت نام محمد حنیف اطمر به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری. میگوید از فرهنگ توهین در نظام کنونی خسته شده و نظام را اصلاح خواهد کرد. این ملت پر افتخار هر تکلیف میتونه قبول کنه، نه اهانت و توهین. دیدار زلمه خلیلزاد با عمران خان. واشنگتن و اسلام آباد برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح توافق کردند. از اعتیاد به مواد مخدر تا هراس افغانی. طالبان در هرات از این قشر به عنوان جنگجو استفاده می کند. اونجا در کمپ ما که برد یک درست پاندر از مکتو گذشت، بعد از در پاندر از کلگر مسلح کرد. با مجموعه خبری ساعت از یک خوش آمدید. من فردین امینی هستم. مشروع خبرها. محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی امروز همراه با دو معاونش به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کرد. محمد یونس قانونی معاون نخست و محمد محقق به عنوان معاون دوم در تکت انتخاباتی آقای اطمرند. آقای اطمر میگوید تیم او در صورت پیروزی قانون اساسی را تعدیل، سمت نخست وزیر و معاونت سوم را در چوکات نظام ریاستی ایجاد می کند. او تأکید می کند که ناتوانی حکومت فعلی سبب شده است که تمام فرصتها از دست برود. امانه فرهنگ با جزئیات بیشتر. محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیتی ملی امروز با دو معاونش به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کرد. محمد یونس قانونی معاون نخست و محمد محقق معاون دوم آقای اطمر است و تیکت انتخاباتی زیر نام صلح و اعتدال را تشکیل داده است. او پیش از نامنویسی توافقنامه 8 ماده‌ای را با معاونانش امضا کرد. ایجاد سمت نخست وزیری و معاون سوم در چوکات نظام ریاستی بخش درشت توافقنامه ایشان است. میگوید حلقه کوچک قدرت را در انحصار خود گرفته و تمامی فرصت‌های طلایی را از دست داده است. نظام ریاستی موجود در کشور باید حفظ شود، ولی برای تحکیم نظام، بهبود امور، صدارت، پست صدارت در نظام ریاستی ایجاد شود تا از شر پست ریاست اجرایه که یک حکومت دو سره را خلق کرده وطن خلاص شود. آقای اطمر میگوید که فرهنگ توهینی که در حکومت کنونی جریان دارد باید از بین برود. او تأکید میکند که در صورت پیروزی قدرت را به مردم واگذار میکند و اعتماد از بین رفته مردم دوباره به دست خواهد آمد. ترویج فرهنگ توهین و اهانت است که در نظام و در روابط سیاسی رهبری حکومت فعلی ما به صورت متاسفانه بسیار مایوس کننده دیده میشه. این ملت پر افتخار هر تکلیف میتونه قبول کنه، نه اهانت و توهین. ما به خاطر انعکاس واقعیت‌های اجتماعی ما، تحقق عدالت اجتماعی، خواهان از این هستیم که در معاونین ریاست جمهوری به جای دو معاون، معاونت سوم ایجاد شود. تا کنون 8 تن نامهایشان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به گونه رسمی ثبت کردند. 2 روز دیگر تا پایان ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری باقی مانده است. تا کنون چهره های مانند آقای غنی و عبدالله که نامزدیشان را اعلام کرده بود ثبت نام نکردند. یکی از دلایل های تأخیر در ثبت نام نامزدان تکمیل نشدن تیکت های انتخاباتی گفته می شود. همزمان یک منبع معتبر به تلویزیون یک میگوید که تیم آقای غنی تکمیل شده است و امرالله صالح به عنوان معاون نخست و سرور دانش به عنوان معاون دوم در تیم آقای غنی حضور خواهد داشت.
دادستانی کل جرمهای انتخاباتی را به گونه جدی مورد رسیدگی قرار می دهد. نهادهای ناظر انتخاباتی هم خواهان پیگرد عدلی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تقلب‌های گسترده در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان هستند. دادستانی کل تأکید دارد که تمامی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در هر سطحی که باشند، در صورتی که در تقلب دست داشته باشند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. تا کنون در پیوند به تقلب‌های گسترده در انتخابات‌های گذشته هیچ کسی مورد پیگرد قرار نگرفته است. اکنون دادستانی کل می‌گوید که در برابر تقلب‌های انتخابات پارلمانی سال روان به تفاوت نخواهد ماند و تمامی کسانی را که در کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب‌ها دست داشته باشند مورد پیگرد قرار خواهد داد. هر زمانی که پس از تکمیل پروسیجرهای قانونی این قضایا به سرانوالی بیاید، ای که ای اشخاص افراد در کدام سطح باشند، کیها باشند، مطابق به قانون سرانوالی افغانستان با اونا برخورد میکنه، چگونه به قضای رسیدگی شوه و ای که کدام اسناد و مدارک به دسترس همکارای ما قرار میگیره به اساس از او قانون بالایشان تطبیق شده نیست. فرهنگ معافیت از پاسخگویی و معافیت از مجازات پایان یافته. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند تا زمانی که اصل مکافات و مجازات در کمیسیون‌های انتخاباتی در نظر گرفته نشود، بار دیگر تقلب در انتخابات صورت خواهد گرفت. اگر واقعا ما میخواهیم که عدالت انتخاباتی را تامین بکنیم، از سطح رهبری کمیسیون ها باید شروع تا به کارمند عادی کمیسیون های انتخاباتی همگی کسایی که خوب کار کرده مکافات شوند و کسایی که تخلفات و جرایم انتخاباتی انجام دادن باید مجازات شوند. این بار تا دستگاه های بایومتریک نیز مانع تقلب در انتخابات پارلمانی نشد. آگاهان باور دارند که در کنار تغییر و تبدیل کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، در چگونگی استفاده از فناوری در انتخابات آینده نیز تجدید نظر شود. تغییرات لازم است، معنم تغییرات تنها پرسنل نی به نظر من. تغییرات عزیز ضرور است که یک سیستم مثل آیرس کارت یا اینا برین که از چشم گرفته تا قیافه تا انگشت کلش بتانه کرده در مسئله رایدهی تثبیت کنه که دیگه از سوال باقی نمونه. حال دیده شود که نهادهای عدلی و قضایی و رهبران حکومت وحدت ملی در برابر تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا برخورد آنها عدالت میور خواهد بود؟ آیا برخورد سیاسی توهم با چشم پوشی؟ اما گذشته زمان با آن پاسخ خواهد داد؟ پاکستان و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که به گونه مشترک برای گفتگوهای صلح بین افغانی کار کنند. این توافق پس از دیدار زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش پاکستان به دست آمده است. از سوی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در دومین روز سفرش به اسلام آباد با عمران خان نخست وزیر این کشور نیز دیدار کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان در این دیدار بار دیگر تاکید کرد که کشورش برای تسهیل روند صلح افغانستان متحد است. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان، بروکسل و مصر را لغو کرده است. دونالد ترامپ در نامه گفته بهتر است نانسی پولوسی به جای سفر به منطقه با او روی ساختن دیوار میان آمریکا و مکزیک به توافق برسد. جواد تیموری. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه دور پنجم سفرهایش به کشورهای منطقه دیروز به پاکستان رفت. هدف این سفر هم جلب همکاری کشورهای منطقه در گفتگوهای صلح با طالبان است. آقای خلیلزاد در اسلام آباد با مقامهای سیاسی و نظامی این کشور دیدارهای داشته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان آوردن صلح در افغانستان را مسئولیت مشترک اسلام آباد و واشنگتن خوانده است. دو طرف گفتگوهای بین افغانی را جهت به دست آمدن توافق برای تعیین خط مشی‌های آینده و تبدیل افغانستان به کشور باثبات و مرفه که با همسایگانش در صلح باشد حیاتی دانستند. در کابل اما نگرانی ها بر این است که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح در حاشیه قرار گرفته. باورها بر این است که زلمه خلیلزاد تنها به ارائه گزارش بر رهبری حکومت وحدت ملی اکتفا کرده و نقش حکومت در این گفتگوها همچنان کمرنگ و یا حتی بیرنگ است. دیدارهای پیاپی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا با مقامهای حکومت افغانستان هم نتوانسته این نگرانی ها را رفع کند. موش پر خپل دوست هیواد امریکی بندی هم رخ کو. چه ستاسی ده سلحی ده نوشت سملاتر کو.
اما شرط مداده چه باید افغانستان پکی حضور ولری. شرط مداده چه بین الافغانی مذاکره شروع سی. دا مذاکره نیسی که دلی چه یوازی ده نور رو پمینج کیم. از سوی باور برخی ها بسیاری از سیاست های اداره ترامپ در قبال افغانستان متأثر از اختلاف های درونی جمهوری خواهان با دموکرات هاست. تصمیم احتمالی ترامپ برای کاهش نظامیانش در افغانستان هم با واکنش متفاوت در امریکا روبرو شد. در تازه ترین مورد رئیس جمهوری امریکا سفر رئیس دموکرات های مجلس نمایندگان این کشور را به افغانستان لغو کرده است. دونالد ترامپ در نامه به نانسی پلوسی نگاشته که به جای رفتن به افغانستان و منطقه با او بر سر ساختن دیوار مرزی با مکزیک به توافق برسد. در کاخ سفید شخصی در قدرت است که پروای منافع یک بخش مردم خود که او را تایید نمی کنند ندارند، چه رسد به منافع افغانستان. بنابراین بهترین را به افغان ها به خصوص سیاست مدارا در داخل نظام، در بیرون نظام، در مخالفت با نظام ایست که منافع افغانستان محترم بشمارند. افزون بر این، عضوهای اتحادیه اروپا در نشستی گفتند که نقش مثبت و بی‌طرفانه را در مورد صلح افغانستان خواهند داشت. رونالد کوبیا، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، در تویت گفته که با عضوهای اتحادیه اروپا در پیوند به وساطت در روند صلح افغانستان دیدار خوبی داشته است و عضوهای این اتحادیه توافق کردند که در سطح‌های مختلف نقش مثبت و بی‌طرفانه ایفا کنند. با وجود این درخواست‌ها و فشارهای کشورهای منطقه و آمریکا برای حاضر شدن طالبان به میز گفتگوی رودرو با حکومت افغانستان، این گروه تا هنوز از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کرده است. اما رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح پس از پایان سفر 4 روزه‌اش به پاکستان گفت که به‌زودی نشست رودرو میان دولت افغانستان و طالبان برگزار خواهد شد. سیما سمر به عنوان عضو برد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل در زمینه میانجیگری انتخاب شد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار است دبیر کل سازمان ملل را در عرصه فعالیت‌های میانجیگری مشوره دهد و همچنین از تلاش‌های میانجیگری در سراسر جهان پشتیبانی کند. برد عالی مشورتی میانجیگری در پایان سال 2017 میلادی تشکیل شد و متشکل از 18 رهبر فعلی و پیشین جهان، مقام‌های ارشد و متخصصان مشهور می‌باشد. بنابر خبرنامه معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، عضوهای این برد تجربه، مهارت و دانش ارتباطات وسیع دارند. خانم سمر در کنار ریاست مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این در سمت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری سودان کار کرده است. وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی در برابر هراس افغانان افزایش یافته و دستاوردهای خوبی دارد. سخنگوی این وزارت میگوید که در حال حاضر در 9 ولایت کشور عملیات نیروهای امنیتی جریان دارد و فرماندهان طالبان و منابع مالیشان را هدف قرار داده است. از سوی هم بنیانگذار گروه داعش در غور کشته شده و طالبان رئیس دادگاه ابتدایی ولسوالی شینواری ولایت پروان را نخست ربودند و سپس تیرباران کردند. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که فرمانده پلیس این ولسوالی که در عملیات رهاسازی او شرکت کرده بود نیز کشته شده است. تمیم شهیر. عملیات زمستانی نیروهای امنیتی کشور در ولایت‌های ننگرهار، بغلان، بدخشان، فاریاب، غور، بادغیس، کندهار، اروزگان و هلمند افزایش یافته است. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که روزانه 9 تا 10 عملیات بر ضد هراس افغانان صورت میگیرد و دستاوردهای خوب هم در این زمینه دارند. از بومج منی عملیاتونه ډیر تیز شوی دی او ډیر خیلی لاسته راوړنی لري. د دې عملیاتو ډیر تمرکز د وسلوالو طالبانو په قمندانانو، د هغوی په روزنځایونو او د هغوی په مالی سرچینو چې د نشه توکو فابریکې دي په هغې دی. از موږ د ژمي عملیات لکه د اوړي په څیر په خپل حالت دي. اوس هم موږ د پاوسات ډول باندې د ورځې 9 تر 10 عملیات لرو، همدارنګه هوایي ضربې لرو. همزمان یک منبع به تلویزیون یک میگوید که نیروهای امنیتی قاری رحمت الله بنیانگذار گروه داعش را در ولایت غور کشتند. از سوی هم طالبان رئیس دادگاه ابتدایی ولسوالی شینواری ولایت پروان را ربودند و سپس تیرباران کردند.
تلاش‌های نیروهای امنیتی نیز برای رهایی این قاضی نتیجه در پی نداشته است. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که در عملیاتی که به هدف رهایی این قاضی را انداخته شده بود، فرمانده پلیس این ولسوالی کشته شده است. متاسفانه در این عملیات ضمن از اینکه سهرگل از نزد طالبا رها نشد، نیروهای امنیتی ما آسیب دیدن که فرمانده پلیس ولسوالی شینواری به نام نوراغا سالنگی به شهادت رسید و همچنان قمندان توله کندک سیوم همچنان اینا به شهادت رسیدن و همچنان در این عملیات به دشمن هم طرفات وارد شد، دو نفر از طالبا هم کشته شدن. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا گفته است که اگر طالبان صلح نکنند در کنار دولت افغانستان با آنها خواهد جنگید. هرچند انتظار می رود به زودی دور چهارم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان برگزار شود، اما جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی کشور با هراس افغانان در ولایتهای گوناگون کشور جریان دارد. طالبان در هرات از معتادان بر ضد نیروهای امنیتی به عنوان جنگجو استفاده می کنند. شماری از معتادان که چنین تجربه ای را دارند می گویند با زور از سوی افراد مسلح به ولسوالی شیندند انتقال یافتند و در آنجا مسلح شده و سپس فرار کردند. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات هم تایید می کنند که مخالفان مسلح در فعالیت هایشان از معتادان استفاده می کنند. فرهاد جویا این گزارش را از هرات فرستاده. کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر یکی از عامل‌های بزرگ چرخش ماشین جنگ در افغانستان خوانده شده است. در کنار پول هنگفته که بر بنیاد گزارش‌ها مخالفان مسلح از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند، حالا از افراد گرفتار به این پدیده ویرانگر نیز بر ضد دولت استفاده می‌کنند. شمارشان که اینچنین از سوی مخالفان مسلح استفاده شدند میگویند به بهانه درمان و با زور آنان را به ولسوالی شندند انتقال دادند. از این مناره، از این کمرکلق معتاده را ببرده است، با زور از اینجا با اسم کمپ برده که شما را ترک میکنیم. اونجا را که میبره یک هفته اینا را نگاه میکنه، یک جوره لباس با گردنش میندازه باز بیرون میکنه دو جبهه. ازشون استفاده میکنه، بهشون سلاح میده، بعدش هم به جنگ میبره، اگر برگرده خودی رو میزنه. گفت میبرم شیندن اونجا کمپ، شما رو ترک میدم. اونجا در کمپ ما که برد یک در از پانده روزی ما که گذاشت، بعد از در پانده روز کلگر مسلکه. هر شبی ما هر روزی ما میبرده جنگ. از اون دیوالایی که ما 30 نفر رفتیم، تقریبا 6-7 نفرش پس این سالم برگشتیم. برخی عضوهای شورای ولایتی هم تایید میکنند که مخالفان مسلح از این قشر در فعالیتهایشان کار میگیرند. از معتادهای ما در خود تروریست ها، مخالفین دولت، مافیای قدرت، مافیای مواد مخدر، مافیای فساد اخلاقی، اینا هم از این معتادین به نحوی سوء استفاده میکنن و در برنامه ها و پلان هایی که دارن معتادین اینا دخیل میکنن. نگرانی از استفاده معتادان در ناامنی های هرات در حال مطرح می شود که هم‌اکنون بر بنیاد گفته های مسئولان محلی بیش از 60,000 معتاد در این ولایت وجود دارد و رزمگاه این افراد طعمه این چنین اهداف برای مخالفان مسلح دولت می شود. در ادامه این مجموعه، نگرانی از کاهش شمار دختران دانش آموز در قندهار. رونق تولید گور در ولایت ننگرهار. شمار دخترانی که در قندهار از مکتب فارغ می شوند سال به سال کاهش یافته است. رئیس معارف قندهار می گوید سال پار از تمام مکتب های قندهار تنها 150 دانش آموز فارغ شده و این رقم سال به سال به سوی صفر تقرب می کند. همزمان شماری از دانش آموزان و آموزگاران سنتی بودن جامعه و ازدواج های دختران در دوران دانش آموزی را دلیل ترک درس از سوی دختران دانش آموز می خوانند. در حال حاضر نزدیک به 80,000 دانش آموزان در قندهار دخترانند. اما سال پار از تمام مکتب های این ولایت تنها 150 دانش آموز دختر فارغ شدند. دلیل ازدواج دختران در دوره دانش آموزی و همچنان سنتی بودن جامعه پنداشته می شود.
ظاهراً بیرون برآمدن دختران در وضعیت کنونی برای برخی خانواده ها غیر قابل تحمل است. مشکلات دیر دی چه مثلا اینجون تا بس انسانان دیر دی ازاری ازیت رسوین و امداغ چی زور از او دخل مشکل دی. دو هم سنفی مدرسات دو از خاطر ازدواج و مشکلات فامیلی و مشکلات را اینا مکتب ماندن. رئیس معارف قندهار میگوید شمار دخترانی که از مکتب‌های این ولایت فارغ می‌شوند سال به سال به سوی صفر در حرکت است. شش کال موج الحمدلله و نیم سو اینجوری بشوخه که موج نه مکتب سفاری کردیش. دام کم تعدادی، هغه تعداد چې په مکتب کې شامل دي. لاملونه مې ډېر وویل، پر هغه باندې نه ځلېږم. ارقام یې دادی چې اوس دا ګراف کرا کرا راښته کیږي، اوس موږ په یوه لسم کې ډېر انجن بل فعل په ځینو ښوونځیو کې موږ درې څلور یوه لسمه لرو. دا به دو یا درې کاله بعد کرار کرار دا گراف صفر ته تقرب کوي. برای بیشتر شدن شمار دانش آموزان دختر در مکتب های این ولایت در کنار ریاست معارف آموزگاران نیز تلاش هایشان را انجام دادند. تلاش هایی که ظاهراً بی نتیجه بوده است. سنفوی که می بار بار شاگردان رو تویلی دی خو تاست معلومه دی چیز موجه و سنتی طوله نده او خوی دا مور و دا پلار او دا نیکون و یا دورون و تر تاثیر لانج زیادی دی او خو تا کنات نسور کود. قندهار یکی از بزرگ شهرها و یکی از ولایت‌های نسبتاً امن کشور به حساب می‌آید، اما بر بنیاد گفته‌های مسئولان محلی در کنار دختران چالش‌های فراوانی بر سر راه شماری از پسران این ولایت نیز برای دانش آموزی وجود دارد. برخی رواج‌های ناپسند هنوز هم از مردم افغانستان به ویژه زنان قربانی می‌گیرد. در ولایت غزنی شماری از وقت دختر به دنیا می‌آورند مورد خشونت قرار می‌گیرند. مسئولان در بیمارستان ولایت غزنی می‌گویند این خشونت‌ها از تهدید به طلاق دادن شروع و حتی گاه سبب مرگ مادر نیز شده است. عالمان دین اما با مردود خواندن این رسم از نگاه دین اسلام می‌گویند بر بنیاد موازین اسلام خانواده خوشبخت خانواده‌ای است که فرزند نخستشان دختر باشد. میزان خشونت با زنان در جامعه های سنتی بیشتر دیده شده است. با وجود آن که نسبت به دو دهه پیش دیدگاه ها در افغانستان در مورد زنان تغییر زیاد داشته، اما هنوز هم در برخی ولایت ها دیدگاه ها مانند سابق سنتی است. مثلا در غزنی شماره از بانوان پس از آن که فرزند دختر به دنیا می آورند از سوی شوهر و خانواده شوهرش مورد خشونت قرار می گیرند. بعضی فامیلا هست که وقتی که خانمشون دختر به دنیا میارن، بعضی تهدید هایی که از طرف فامیلا مادر تهدید میشن و تا باعث مرگ مادر شدن. رئیس امور زنان در غزنی رسم و رواج ناپسند در برخی خانواده ها را دلیل اصلی این وضع می خواند. فامیلای را سراغ داریم وقتی که مردا زیاد فشار میاره سر خانم خود که چرا دختر به دنیا آوردی، که خود مادرم بعض اوقات مایوس میشه، اگرچه اولاد پیش مادر پدر فرق نداره، اما در بعض فامیلا همی رواجا بیشتر است. در بسیاری بخش های کشور که این گونه دیدگاه رایج است، به گونه معمول 100% باشندگانش مسلمانند. دیدگاه منفی در مورد تولد فرزند دختر اما از دیدگاه اسلام حرام پنداشته می شود. ما حدیثی هم داریم که اولین دختری هر خانواده، اولین فرزند هر خانواده اگر دختر باشد، خوشبخت‌ترین خانواده اون خانواده. پیشینه دیدگاه منفی در مورد به دنیا آمدن دختر در خانواده به پیش از اسلام برمیگردد که بر بنیاد روایت ها عرب ها در دوره‌ای که جاهلیت خوانده شده است داشتن پسران را افتخار و نگهداری دختران را ننگ میپنداشتند، اما با ظهور دین اسلام این رسم آهسته آهسته کاهش یافت. اما به نظر می رسد که تا کنون این رسم در بخش های از جهان به شمول بخش های از افغانستان از بین نرفته است. افزایش تولید گور در ننگرهار بازار گور پاکستانی در این ولایت را سقوط داده است. مسئولان ریاست زراعت در ننگرهار می گویند در سال پار 1600
50 هکتار زمین نیشکر کشت شده که از آن دست کم 94 هزار تن گر تولید شده است. همزمان کشاورزان در این ولایت از حکومت میخواهند که آنان را پشتیبانی کند تا کشت نیشکر بیش از این در ننگرهار افزایش یابد. تقی‌الله تقی این گزارش را از ننگرهار فرستاده. گر تولید شده از نیشکر ننگرهار در سراسر کشور به ویژه در این ولایت دوستداران فراوانی دارد. حالا کشت نیشکر و تولید گر در این ولایت به اندازه‌ای شده که بازار گر پاکستانی را در هم شکسته است. مسئولان محلی میگویند سال پار 1650 هکتار زمین در این ولایت نیشکر کشت شده که از آن دست کم 94 هزار تن گر تولید شده است. سکالی منگا شپک سوا او شپار سوا پانزوس هکتار از مکا دیدی کارلاندی دا پا تخمینی ارکم چه دیدی جملی چخا یه منگا چلور نوی زرا او دو سوا شپک پانزوس چلور نوی زرا دو سوا شپک پانزوس میچکتانا منگا دی تولید کرده دی. در همین حال تولید کنندگان گر در این ولایت از افزایش شمار کارخانه های تولید گر به نحوی راضی به نظر می رسند، اما کشاورزان نیشکر خواهان توجه و کمک حکومت هستند. چاگل تا کڑایی که بیا وقت لری او دو دونی می گینتی بیا دقا سی گوڑا شی دی تیرا واشو نگرم بی پکی او پورا او پودا کی گوڑا شی او دقا تاسی او گوڑا شی دی خلکو بکی چغزی واشو ولی مساله دارا گوڑا بکی جوڑا من سر حکومت اس کومک نه کړې په دې دعوی کې باید چې موږ سره لږ کومک وکړو او پیشرف موږ وکړو. گر تولید شده در ننگرهار به ویژه در ولسوالی کامه این ولایت نه تنها در این ولایت بلکه در ولایت‌های دیگر نیز فرستاده می‌شود و دوستداران زیادی هم دارد. با این حال هم کشاورزان نیشکر و تولید کنندگان گر در ننگرهار می‌گویند اگر حکومت به آنان کمک کند گر خیلی با کیفیت تر از گر کنونی تولید خواهند کرد. در ادامه افزایش شمار کودکان مهاجران غیر قانونی در امریکا. بازرسان امریکایی میگویند تعداد کودکان جدا شده از مهاجرانی که به گونه غیر قانونی وارد امریکا شدند هزاران نفر بیشتر از رقم اعلام شدند. پیش از این گفته شده بود 3000 کودک در مرز مکزیکو از والدینشان جدا شدند. بر اساس سیاست‌های مهاجرتی دولت امریکا مهاجران غیر قانونی پس از بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه در زندان میمانند و کودکان همراه آنها باید به پناهگاه‌ها منتقل شوند و یا به طور موقت نزد خانواده‌های داوطلب نگهداری شوند. جداسازی کودکان سبب شده تا بسیاری از کودکان از والدین خود جدا بیفتند و در موردهای پدر و مادر کودکان با حکم دادگاه از امریکا اخراج شدند و فرزندانشان همچنان در امریکا باقی ماندند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. ممنون از همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.